بینندگان عزیز و گرامی سلام و درود بر شما لحظات پیش گزارش های رسیده که از شنیده شدن صداهای انفجار در استان اصفهان خبر داده برخی از منابع محلی در از شنیدن صداهای انفجار در شهر قهجاورستان در شمال شرق اصفهان خبر دادند شهر قهجاورستان در نزدیکی فرودگاه اصفهان و همچنان پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی ارتش ایران است مخاطبان بیشتر به سایت بی بی سی گفتند که صدای انفجار از طرف پایگاه هشتم شکاری نیروی نیروی هوایی ایران شنیده شده سپاه پاسداران خبر وقع انفجارهای مهیب در شهر قهجاورستان اصفهان تایید کرده در کل خبرام می رسند که سه انفجار در منطقه اصفهان گذار شده که همچنان محل تاسیسات هسته حیاتی ایران هم است که اخیراً به دلیل نگرانی امنیتی تعطیل هم شده بود و برخی از منابع محلی دیگر ایرانی مدعی هستند متع... 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 که صدای انفجار در آسمان مربوط به سامانه های پدافند دوای فعال در در این منطقه نیز بوده خب برخی از گزارش های دیگه امریسون که در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی را همچنان صدای بمباران شنیده شده اما تا کنون در این مورد جزئیات در دست نیست و هیچ کسی امیر تایید نکرده به درستی شبکه ABC ای بی سی امریکا گفته که مقام یک مقام امریکایی حمله بساید سایت در ایران را تایید کرده مارتا دیتس خبرنگار امور دفاعی شبکه ای به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده که موشک های اسرائیل به سایت در ایران اصابت کرده است خب ایمی ای بی سی نیوز که از گزارش هم کرده که البته اسرائیل در پاسخ بر اکبار ایران به هفت شهر حمله کرده در ایران بنابر گزارش ارتش اسرائیل تایید کرده که حمله امروز پاسخ به حمله ایران در هفته گذشته بوده و با گفته ارتش اسرائیل که با گفته ای بی سی که ارتش اسرائیل به هفت شهر در داخل ایران حمله کرده از جمله تهران فردو عراق نتنز جزیره خارق، بوشهر و بندرباس که هنوز تایید نشده دیگرش فقط گفتن تا اصفهان تا فعلا صدای انفجار شنیده شده اما همزمان صدای انفجارهای در سراسر بغداد هم شنیده شده در ایران جایی که منابع محلی عراقی گزارش دادند که عملیات هوایی در شهر بغداد یک ساختمان را هدف قرار دادند که دو نشست در سطح عالی با حضور چندین گروه تحت حمایت ایران و اعضای سپای پاسداران برگزار شده بود اما این خبر تا به تایید نشده ولی منابع محلی واقع چندین انفجار گزارش کردند خب پیش در جریان حملات سناتور آمریکایی مارکو روبیو یک تویتی را گفته بود که اسرائیل توانایی انجام حملات علیه اهداف در داخل ایران را بدون وارد شدن وارد کردن هواپیماها بر فراز حریم هوایی سوریه و عراق و حریم هوایی ایران دارد خب یک رسانه عربی مدعی شده که حمله اسرائیل به اصفهان از عراق بدون ورود به حریم هوایی ایران انجام شده است ولی برخ منابع دیگه میگن که اسرائیل برای بمباران از هواپیما استفاده کرده که تا حال خبر تایید نشده خب بعد از این حملات خبرای میرسه که ایران یک نشست استراری شورای جنگ فراخوانده. البته ایر محمد احوازی خبرنگار ایرانی گزارش داده که جلسه استراری شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و سپای پازار اینا در تمامی پایگاه ها و بردگاه های خود در سراسر ایران حالت آماده باشه حد اکثری ریلان کردن خب ایران پس از حمله اسرائیل حال فضای هوایی خود پاکسازی کرده تیاره را گفته که از پرواز به حریم هوایی پتاری بکنن ایران قول داده بود که به هر گونه حمله اسرائیل به خاک ایران پاسخ شدید و وشیانه بده لحظات بعد ایران کل حریم هوایی خود پاکسازی کرد و لحظات بعد از انفجار و همه هواپیما ها, ها را به دور از سایت های پرتاب و موشک ادایت کرده که احتمالا برای آماده شدن برای یک حمله متقابل باشه. خب حال عملات صورت گرفت و برخی از گزارش ها میگه که شاید تاسات هسته ایران زده باشه ما یا اسرائیل واقعاً تاسات هسته ایران آماد قرار خواهد داد دیروز حسین امیر عبداللهیان در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل که به خاطر فلسطین هم به خاطر عضویت فلسطین هم دایر شده بود که امریکا عضویت فلسطین ویتو کرد یعنی نگذاشت که عضو رسمی سازمان ملل شود حسین عبداللهیان در اون نشست گفت که اکنون دفاع مشروع و اقدام متقابل و متناسب ایران پایان یافته در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران جمهوری اسلامی ایران نیز در دفاع از حق ذاتی خود در دادن پاسخ پاسخ آنی قاطع و قوی با آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه تردید نخواهد کرد و این تصمیم تغییر ناپذیر است این دیروز امیر عبداللهیان گفته بود که امروز البته 24 ساعت هم تیر نشد از سخن که عمل عملات صورت گرفته خب یک خبر دیگه هم در مورد حملات که ایران البته بر اسرائیل کرده بود خبر میرسه که سردار احمد حق فرمانده سپاه و حفاظت و امنیت مراکز هسته ایران گفته بود که تهدید اسرائیل مربوط به امروز دیروز نیست هرچند بر اساس پروتکل ها و استاندارد های جهانی و قوانین و مقررات آژانس بین المللی همه کشورها از حمله به تاسیسات هسته ای پرهیز داده شدند در حال حال ایران همواره و از همان ابتدا آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته است مراکز هسته اسرائیل شناسایی و اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیار قرار داده و برای پاسخ به آن دستا روی ماشه ماشه شیلی که موشک قدرتمند برای نابودی اهداف مشخص شده است در صورتی که سایل بخواهد اقدام علیه مراکز و تاسیسات ما انجام دهد حتما و قطعا با واکنش ما مواجه و برای مقابله به مثل با سلاح پیشرفته مراکز هسته رژیم رژیم ری... مورد تهاجم با عملی و عملیات قرار خواهد گرفت و اضافه کرده اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته ایران استفاده ابزاری کند تجدید نظر در دکتورین و سیاست های هسته جمهوری اسلامی ایران و دول از, مال از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می باشد. یعنی که اگر اسرائیل با چیز هسته ما حمله بکنن ما دیگه از دکتوری نگه سیاستی که داریم که از ساخت بمبه ما یک کم جلوگیری کردیم ما از اون یعنی که میخوای بگه که خامنه فتوا فتوای قبلی که در مورد عدم اقدام به ساخت اصلی اتمی کنار داده بود تو کنار میگذاره و به نظر ما که البته کنار هم گذاشته باشه پیش از اینکه حمله صورت گرفته بر صورت با گفت خب در حوضه لبنان و اسرائیل هم در 48 ساعت که تقریبا سه روز شده دیگه حملاتی که در ش... در بین اسرائیل و لبنان حملات حزب الله بسیار شدید شده بود حال گزارش ها رسیده که با گفته منابع آگاه در نیروهای مسلح شرق مرکز جاسوسی شلاگیم که در بلندی های جولان قرار داره هدف بیش از ده فروند موشک قرار گرفته بود که تا تعداد از نیروهای مستقر در کشته شده بود از اسرائیل ها. حالی که پایگاه مرکز جاسوسی شلاغی میگن خب اهمیت از چی هست؟ خب اهمیت این پایگاه باید گفت که مرکز جاسوسی است که به چشم اسرائیل معروف است که به نام چشم اسرائیل یعنی آی آف اسرائیل مشهور است. که واید جنگ الکترونیکی معروف اسرائیل به نام قطعه 8200 در این مکان فعالیت میکنه پایگاه شلاگیم در 8 کیلومتری آخرین نقطه مرزی فلسطین اشغالی با لبنان قرار داره این پایگاه در بلندترین کوه سرزمین های اشغالی یعنی کوه الجرماق قرار داره اما ایجاد این پایگاه در کوه الجرماق باعث تسلط اسرائیل بر دو کشور لبنان و سوریه میشه یعنی من نقطه بالاست که های گراوند دست از ایناز اونجا قطعات الکترونیکی خدا اینا ده اونجا مستقر کردن. خب قطعات الکترونیکی گفته میشه که هدفشان یعنی فعالیتشان ای است که هیتفون از دست جسیشان رد و کشف صدا ها هست مخابرات است و فرماندهایی که در سوریه است در لبنان است اونا وقتی که صحبت میکنن در, در مخابره یا چیز میتن در تلفن چیزا صحبت میکنن مسئولیت از اینا است که اونا ردگیری بکنه بشنوه و اطلاعات به موساد برسانه کارش نیست و به معلوم میشه که اهمیتش بسیار کلیدی است بر صورت خوب ارتفاعی پایگاه از سطح دریا به حدود 1200 متر و تاسیساتشان در مساحت بیش از 150 هزار متر مربع واقع شده این مکان هم ازگاه رهگیری رادیو، رادیویی و شناسایی میدانی ارتش اسرائیل یگان شمال البته و هم ازگاه راداری است که توسط یگان 8200 اداره می شود پایگاه به است که افسران اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هایوم گفتند که با اطمینان می گفت که دولت اسرائیل دیگر مانند جنگ یوم کیپور غافلگیر نخواهد شد جنگ یوم کیپور نزده افتاد فکر کنم بود باین مصر و اه و اسرائیل که در زمان مصر میخواست که جزیره سنار که به اسرائیل از دست داده بود در 1967 شسته فور پاس بگیره و یک عمله غافلگیرانه انجام داده بود با کمک شوروی البته اطلاعات شوروی در دست داشت که اسرائیل غافل گیر بکنن که چند غافلگیری گیری هم نشد اسرائیل شکسته هم متعمل نشد چند بر صورت یکی از برنامه های منتشر شده در رابطه به این پایگاه یک از میمانان برنامه در یک تلویزیون کارشناس امور راهبردی است گفته بود که اگر به با بالاترین نقطه مرکز رسد، مرکز رصد نظامی بروید حتی می توانید ساحل تلوی و ببینید یعنی قدر بلند است پیچیده ترین توانی های نیروهای دفاعی سایه در پایگاه مستقر در منطقه است و دور از تصور نیست که و قابل ترجمه هم نیست که اسرائیل که حزب الله چند روز است که هدف قرار یاده و یک رنگ حملات بسیار شدید ساخته سر نقطه و گفته میشه که این روزا تلفاتی هم به بار آمده بر اسرائیل و این بسیار خطرناک است و تبقیه ایران است بدون شک بر صورت خب این خبرهایی بود که ما داشتم آخرین خبرهایی که البته حال رسیده یک 20 دقیقه پیش گفتم میشه که سخنگوی سازمان و فضای ایران گفته که حملاتی که باز فهم صورت گرفت ریس پرنده ها بودن یعنی مینی درون بوده پخ پدک های کوچک بوده که ما اونا را کردیم و در هوا زدیم از هم موشک از پا... هواپیما تا که کدام خبر نیست با گفته و گفتن که درونز بوده یعنی منابع ایرانی گفته که پهپادای کوچک بوده مسائل نبوده و گفته میشه که کدام چیز در زمین هم نزدن بحب... پهپا... های هوایی بسار با درستی کار کرده و فقط دقیقی که تمام پدافنده هوایی و ارتش ایران در حالت آماده باش قرار دارن و حریم هوایی هم بسته کردن و ترافیک هوایی هم بند است و گفته تایید شده گفته تبریز هیچ گپی نیست و تبریز هیچ انفجار رخ نداده اما بسیار جالب است که همزمان که عملیاتی که در آن صورت گرفته در سوریه همچنان انفجارات رخ داده که گفته میشه اسرائیل عملیات هوایی کرده بالای پایگاه نظامی سوریه در سویده و گفته میشه که یک رادار یک بتالیون از رادارا را دوجه از بین برده که حتما رادارا را مربوط به سپاه قدس میشدن اگر نمیشده بس اگر مربوط سوریه هم باشه است توسط سپای قدس استفاده میشه بر صورت این تمام جزیات برای فعلا ابتامی است تا ساعت بعد جزیات بیشتر میشه معلوم میشه که اینا واقعا زدن جای را یا نزدن حال خود چون خبر نو از از طرف اخباری که میه اخبار اولیه و جزی است اما اینقدر است در آخر 8 دقیقه پیش خب آخری خبر آخرین خبرهایی که رسیده است که حزبالله بسار حملات شدیدی را بالای شماله اسرائیل انجام داده با استفاده از پهپادهای بسیار ویرانگر که معلوم میشه که پاسخهای اولی ایران از این شروع شده باشه بر صورت دوستا جزیات برنامه تا اونی است تا تا ساعت بعدی جزیات بیشتر میشه باز ما شما را در جریان قرار خواهیم داد تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپنیم